سلام با خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 26 ماه سرطان سال 1400 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. آغاز گفتگوها میان هیئت جمهوریت و هیئت طالبان در دوحه. قرار بر این شد که مذاکرات طی دو روز با یک کمیته فشرده هفت نفری به پیش برده شد. پسگیری ولسوالی شیخ علی پروان سوی نیروهای دولتی کشور، افتادن ولسوالی دند کندهار به دست طالبان. امیدوار هستیم که این پیشتر ادامه پیدا کنند. کندهار صدی اسیس خود کلیدی پیوه و تلیفون بانجی سربسته سربسته ولسوالی لکریدی. طبیعی دانستن از دست دادن جغرافیا در جریان جنگ. هر کسی رو میدانه که در جنگ اراضی و زمین دست به دست میشه، ولی تعیین کننده نیست. نگرانی بازرگانان زن از رکود بازار فروش فراورده هایشان. به ادامه عملیات نیروهای مرزی آمریکا برای بازداشت مهاجران غیر قانونی. مشروع خبرها. نشست هیئت‌های هفت نفری جمهوریت اسلامی افغانستان و طالبان چاشت روز شنبه در دوحه آغاز شد. عبدالله عبدالله رئیس هیئت افغانستان در سخنرانیش در مراسم گشایش این نشست با تأکید بر راه حل سیاسی برای افزای کنونی میگوید که مردم افغانستان بازنده اصلی جنگ کنونی هستند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میافزاید که باید از تحمیل برداشت و دیدگاه ها به گونه غیر صلح آمیز خودداری شود. در همین حال ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت طالبان در این نشست یک بار دیگر بر به میان آمدن نظام مرکزی اسلامی در کشور تاکید می‌ورزد. آقای برادر می‌افزاید که برای رسیدن به صلح باید از خواست‌های فردی گذشت. حسیبه تکپال گزارش می‌دهد. این نشست در نخست با سخنرانی نماینده ویژه قطر در امور افغانستان آغاز شد و پس از آن به ترتیب عبدالله عبدالله رئیس هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت طالبان و رئیسان هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف سخنرانی کردند. عبدالله عبدالله در سخنرانیش در این نشست میان افغانان که به حضور رسانه‌ها برگزار شده بود میگوید که فرقی نمی کند که جمهوری اسلامی افغانستان به گزینه زور متوسل شود و یا تحریک طالبان از طریق خشونت و جنگ به پیروزی تلاش نماید. بازنده اصلی جنگ کنونی مردم افغانستان می باشند. قرار بر این شد که مذاکرات طی دو روز با یک کمیته فشرده هفت نفری به پیش برده شد. عبدالله می افزاید که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان این صلاحیت را دارد که روی اقدامات بعدی که برای رسیدن به یک فیصله نهایی نیاز است مذاکره کند. دا بحثونه به دوام داری، ما امیدواریم چې په دې دوره مذاکراتو که با اساسی موضوعات باندې بحث وشي. در همین حال ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت طالبان می گوید که نیاز است که یک حکومت مستقل مرکزی اسلامی به میان آید. در این باره باید از خودخواهی ها و منافع شخصی بگذریم. ضرورت و دعوی مشران ته چې دلته راشي په اساسي موضوعاتو خبري وکړو، په دې پروسه کې تحرک راشي ترڅو یو سوله ایز حل ته ضرورت شیگو. هر دو هیئت شرکت کننده در این نشست راه حل سیاسی را تنها راه بیرون رفت از اوضاع کنونی می دانند. ګور بچې نتیجه څه کېږي هغه خو تروسه نه شوې ده. خو زموږ د خپل خلک اسلامي امارت پوره اراده لري او هڅه کوي چې څومره زر کېدلی شي دغه ستونزې هوارې شي. در همین حال معین وزارت دولت در امور صلح در کنفرانس ملی جوانان برای صلح که در کابل برگزار شده بود میگوید که طالبان از حکومت خواستند که 7000 زندانی این گروه را در بدل 3 ماه آتش بس رها کند. مطرح میشه که باید 7000 طالب رها شود در برابر 3 ماه آتش بس که خواب است و خیال است. قرار است این نشست میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان تا پایان روز یکشنبه ادامه داشته باشد و با نشر قطعنامه‌ای به پایان برسد.
در یک شبانه روز گذشته از پسگیری ولسوالی شیخ علی پروان سوی نیروهای دولتی و افتادن مرکز ولسوالی دند کندهار به دست طالبان خبر رسیده. اما افزایش حمله های طالبان و ادامه درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان در شهرهای طالقان، میمنه، کندهار و غزنی نگرانی های باشندگان این شهرها را برانگیخته. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید که در ادامه درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان در 15 ولایت کشور 284 طالب کشته شدند و بیش از 200 طالب دیگر زخم برداشتند. خالد نیکزاد گزارش می‌دهد. پس از افتادن تمامی ولسوالی‌های تخار به دست طالبان، حدود دو هفته می‌شود که شهر طالقان در تیرس حمله‌های طالبان است. جنگ در حومه‌های شهر است. شب هنگام هیچ شهروند طالقان آرام خوابیده نمیتونه. از حکومت کمک میخواییم و تخار نجات بوده از این وضعیت که فعلا هست. اما نیروهای دولتی در خط نخست جنگ میگویند که اجازه رسیدن طالبان را به داخل شهر طالقان نمیدهند. این جنگ جنگ تنها دور طالب نیست، طالب یک کوشش است. این یک جنگ بسیار کلان توطئه بزرگ بش منطقی است که ما میرزمیم. دکمان تلفات ولی دلو دکمان عقب نشینی و کلا دست ها پاک زد تصفیه سا منگه تنه بونه بولا. در شهر میمنه فاریاب نیز اوضاع نگران کننده گفته می شود. وضعیت فاریاب بسیار وخیم است. متاسفانه 14 ولسوالی فاریاب یک نفر دیگر سقوط کرد. وضعیت نگران کننده است. قسم خود شما شاهد هستیم جنگ همین اکنون در عمومی شهر فاریاب میمنه جریان دارد. در همین حال از افتادن مرکز ولسوالی دند کندهار به دست طالبان خبر می رسد. اما حکومت می گوید که ولسوالی شیخ علی پروان دوباره به دست نیروهای دولتی افتاده است. امیدوار هستیم که این پیشتری ادامه پیدا کنند تا دسترسی با پلیس سرخ و همچنان پلیس نوری سیادت پیدا کنند. کندهار چه اسی سکوت کردی پیوه و تلیفون باندې سربسته سربسته ولسوالی لکریږي که نظامي سکوت په ولسوالی کې خو به یو شهید یو زخمی کیجی بیا بیله کیه. بر بنیاد آمارهای نهادهای امنیتی در عملیاتهای یک شبانه روز گذشته نیروهای دولتی در 15 ولایت 284 طالب کشته و 205 طالب دیگر زخمی شدند، ادعایی که طالبان نمیپذیرند. از سوی دیگر سرپرست وزارت دفاع ملی از دست رفتن جغرافیای کشور را در جنگ طبیعی می‌داند و می‌گوید که بعد از داشتن جغرافیا در جنگ تعیین کننده نیست. بسم الله محمدی تاکید می‌ورزد که نیروهای دولتی و مردم اجازه نمی‌دهند که طالبان از راه خشونت پیروز شوند. در همین حال 135 تن از نیروهای ویژه ارتش که پیشرفته ترین آموزش های نظامی را فرا گرفتند و راهی میدان های جنگ هستند میگویند که برای افغانستان میرزمند. در این باره هم خالد نیکزاد گزارش آماده ساخته. نیروهایی که با گذشتن از افتخان رستم پیشرفته ترین آموزش های نظامی آموختند و اکنون آماده رفتن به میدان های جنگ شدند. ماموریتشان پیچیده ترین عملیات های نظامی به شمول عملیات های شبانه است. میگویند که برای آرامی افغانستان و رسیدن به صلح می جنگند. ما تا زنده هستیم هیچ وقت به کسی اجازه نمیدیم که بالای خاک ما حکومت کنه و بالای مردم ما حکومت کنه. مطمئن باشه افغانستان همیشه آرام بوده، آرام می باشه. به امید یک افغانستان آرام. سرپرست وزارت دفاع ملی در مراسم فراغت این 235 نظامی نیروهای ویژه ارتش میگوید که ادامه خشونت ها و نیز سیاست های طالبان دیگر برای مردم پذیرفتنی نیست. طالبان از راه خشونت به هدف خود نمی رسند. درد و آلام مردم ما را بیشتر می سازند، ولی امکان نداره که اینا به هدف شوم خود برسند. ما مصمم به دفاع از افغانستان هستیم. تا آخرین قطر خون در وجود ماست مبارزه کرده و نخواهیم گذاشت تا دشمنان افغانستان با آرزوی شومشان برسند. این سربازان در حال فارغ می شوند که مرکزهای حدود 200 ولسوالی در دو ماه اخیر به دست طالبان افتادند و نگرانی های شهروندان را در پی داشتند. از دست دادن زمین جغرافیا در جنگ یک امر طبیعی است. هر کسی را می داند که در جنگ اراضی و زمین دست به دست می شود، ولی تعیین کننده نیست. در افغانستان خشونت ها پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی افزایش یافت و باور شهروندان ادامه درگیری ها در کشور پرسش ها را درباره روند صلح بیشتر ساختند و باید طرف ها برای رسیدن به صلح بکوشند.
با این همه در جنگ های کندهار بیش از 22,000 خانواده آواره شدند. ریاست مهاجرین کندهار میگوید که این خانواده ها در اوضاع بد به سر میبرند. از سوی دیگر ولسوالی راهبردی دند کندهار روز گذشته در اداره طالبان درآمد و طالبان در 5 حوزه شهر کندهار نیز با نیروهای دولتی درگیر هستند. آمارهای ریاست صحت عامه کندهار نشان میدهند که تنها در یک هفته گذشته در نتیجه جنگ ها نزدیک به 200 غیر نظامی زخم برداشتند و 22 غیر نظامی جان باختند. شریف امیری گزارش می‌دهد. یکی از پیامدهای ناگوار جنگ در کندهار آواره شدن بیش از 22,000 خانواده است که در گرمای بیش از 40 درجه سانتیگراد و بی سرپناه به سر می‌برد. این بانو که شوهرش در پنجبایی کندهار کشته شده است، 4 فرزندش را برای زنده ماندن به شهر کندهار آورده است. داسه جنگونه دی بالا زای باز د کور راو وتل ممجون د پلا کر واسطه باندې بالا راغلم دلته دائم ناسته یم خدای ته ناسیو. در گوشه دیگر این مرد را میبینیم که در یک هفته دو بار در نتیجه جنگ ها از ولسوالی ژیری به حوزه هفتم شهر کندهار بیجا شده است و دو دختر زخمی اش در شفاخانه بستری است. قدیم زبل خلی اگو سیدی ماشام پر می وته ورغله مال جوړه کلی راکه پلی از خدای ای واپسین خط جنگ در حوزه نهم شهر کندهار است و از این بخش ها و طرف ولسوالی ارغنداب است و طالبان در این بخش ها یک شبانه روز بودن و شما میبینین که این بخش ها به چی وضعیت رسیده. اما پس از عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی این بخش ها از وجود طالبان پاکسازی شده و راه طالبا به خاطر رفتن به داخل شهر کم از کم از این بخش بسته شده. شفاخانه های کندهار نیز پر است از زخمیان جنگ ها. این جوان میگوید که در نتیجه جنگ ها تمامی خانواده 8 نفریش در ولسوالی ارغنداب زخمی شدند. خیلی مرستری مروار افغانستان که سوله راست ترامی راست. با از دست رفتن 14 ولسوالی کندهار به طالبان، به حضور طالبان در 5 حوزه شهر کندهار، این زیبایی های شبانه کندهاریان هم زیر سایه ناآرامی ها رفته است و کندهاریان پس از ساعت های اول شب نمی توانند در این شهر گشت و گذار کنند. مقام های امنیتی در بلخ می گویند که طالبان از چند ولسوالی بسیج شدند و فشارها را برای تصرف ولسوالی چهارکنت این ولایت بیشتر ساختند. فرمانده پلیس ولسوالی چهارکنت می گوید که طالبان از یک ماه بدین سو هر شب از چندین سو بر این ولسوالی حمله می کنند اما با شکست روبرو می شوند. عارف موسوی خبرنگار طلوع نیوز در بلخ به نقل از منابع محلی می گوید که باشندگان 3 روستای ولسوالی چهارکنت به علت جنگ ها خانه هایشان را ترک کردند. جاده های پرفراز و نشیب ولسوالی چهارکنت بلخ را می پیماییم. ولسوالی که با کوه ها محاصره شده است. رهنمای ما مناطق را نشان می دهد که طالبان در آنجا نفوذ دارند. این ولسوالی در 45 کیلومتری مزار شریف مرکز ولایت بلخ است. در کوهستانی نفر ماندیم که راه را نگیره. این خودی دوشق است. در مرکز سوق و اداره نیروهای دفاعی و امنیتی ولسوالی چهارکنت، نیروهایی که در برابر طالبان می جنگند در کنار هم صف کشیدند. می گویند در یک ماه پسین درگیری های نفسگیر با طالبان داشتند. اگر خدای نخواسته ولسوالی چهارکنت به سقوط مواجه شود، دشمن می تواند از ارتفاعات کوه حلکه بالای قماندانی قول اردوی 209 شاهین سوق اداره قول اردو تمام نیروها را مختل بسازه. نیروهای ارتش، پلیس، امنیت ملی و نیروهای مردمی در این سنگرها حضور دارند. مدت یک ماه هر شب از 3 قسمت بالای ما تعرض میکنه، توانمندیش نداره، در تعرض اینا کشته و زخمی زیاد میتن. طلای ثقیله ضرورت داریم، در مهمات ضرورت داریم، در تجهیزات پیشرفته ضرورت داریم که تابیتونیم در برابر از اونا استادگی کنیم. یک ماه است که شب روز در روستای سفید چشمه ولسوالی چهارکنت وظیفه اجرا می کند. می گوید که بارها طالبان آنان را آماج قرار دادند و شکست خوردند. چند دفعه که سر چهارکنت حمله کردند و
دیگه کامیاب نشدن، نیروهای امنیتی مقاومت کردن کدشان دیگه به شکست مواجه شدن. اما با وجود تهدیدهای امنیتی بازار ولسوالی چارکن پر رنگ است. روزای عید نزدیک کردم و مردم میآیند به خاطر که مواد عیدی خود را تهیه بکنه، به می خاطر آمده. جنگ جنجال زیاد است بین مردم. دیگر یک تعداد قشلاق ها در بین جنگ و جنجال خشک در رفتن. دیگر مردم در تشویش هستند. چهارکنت از غرب به ولسوالی شلگره، جنوب غرب به ولسوالی کشنده، جنوب به درسوف بالا و پایان سمنگان، از شرق به فیروز نخچیر و جنوب شرق به ولسوالی حضرت سلطان پیوند می‌خورد. ولسوالی هایی که مرکز های آنها به دست طالبان هستند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. شمار از بازرگانان زن با نگرانی از اوضاع کنونی در کشور میگویند که نبود بازار برای فرآورده هایشان سبب رکود روز افزون کاروبارشان شده. این بازرگانان زن میگویند که بسیاری صاحبان سرمایه های کوچک تلاش دارند سرمایه هایشان را از کشور بیرون سازند. از سوی هم در یک نمایشگاه فرآورده های دست دوزی زنان در گوشی از پایتخت، بازرگانان زن از مشکلات زیاد فراراه کارشان در کشور شکایت دارند. ذبیح الله جهانمل گزارش میدهد. شمار از بازرگانان زن مشکلات اقتصادی مردم و بیرون شدن خارجی ها را از افغانستان به سرد بودن کاروبارشان پیوند می دهند. نندرتون نستا باید خزینه ولا پر پنریوال سطح نندرتون وی تخپل د افغانی کلتور نری تور و بزن. شمار از زنان بازرگان با در نظر داشت مشکلات کنونی و ناامنی ها نگران از دست دادن سرمایه هایشان هستند. آنان میگویند که به همین علت با گذشت هر روز تجارت های بانوان در کشور با رکود روبرو می شوند. اوس محالم کچری دموکل خوا یا یوش ملور شرکتون تیدی واقعا پیو دیر بد حالت کدی چه ز فکر کوم کچری وضعیت معلومه نسی شاید ډیرای برندونه یا هم ډیرای شرکتونه و تړل سی خپل کارونه و ځندوی. وزارت صنعت و تجارت برای رشد فعالیت بانوان تجارت پیشه و صنعتکار در کشور برنامه های منظم را روی دست دارد که می تواند نقش بانوان را نسبت به سالهای گذشته در بهبود وضعیت صنعت و تجارت در کشور برجسته کند. مشکلات فراراه فعالیت های بازرگانان و سرمایه گذاران در کشور از چند سال بدین سو رو به افزایش بودند. اما با گفته آنان همزمان با افزای مبهم سیاسی و افزایش ناامنی ها در کشور فرار سرمایه ها از کشور رو به افزایش بوده است. شمار از بازرگانان میگویند که در حال حاضر علاقمندی سرمایه گذاران برای انتقال کاروبارشان به کشورهای آسیای میانه، امارات متحده عرب، ترکیه و ایران بیشتر است. با توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر. خدا نگهدار.